سلام سلح و روند صلح و مذاکرات میان افغانان چگونه است در پانزده روز گذشته مذاکرات میان افغانان چگونه پیش رفته و وضع روند چگونه بوده اختلاف ها در باره طرز مذاکرات میان افغانان چقدر جدی و آیا قابل از میان برداشته شدن هستند و گزینه های بعدی برای حل این اختلاف ها کدام ها در محور امشب افزون بر تلاش برای دریافت پاسخ به این پرسش ها درباره سفر رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان و پاکستان و نیز وضع کلی روند بحث های خواهیم داشت نخست گزارش درباره ادامه اختلاف ها میان دو طرف درباره طرز عمل مذاکرات میان افغانان در دوحه ببینید خواست طالبان برای پذیرش فقه هنفی همچون یگانه بنیاد مذهبی مذاکرات و نیز اصل شمردن توافقنامه این گروه با امریکا مسائلی هستند که با مخالفت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روبرو شده اند ما میگیم که این مذاکرات بین الافغانی یک بخشی از توافقنامه دوها و یا یک بخشي از توافقنامه کی بین امارات اسلامي افغانستان و ایالات متحده ای امریکا صورت گرفت او بر اساس ازو است همدغه ام امریکایانو د افغانستان د حکومت سره یو اعلان یا صدره کړی ده من از من د لپاره هغه ام مبناده د ټولنه لوی ام بنا من د لپاره او اساس د مذاکرات سمون د سونو وخت نه دی بنظر میرسد چې طالبان درین باره کوتاه نه خواهند آمد با ویژه د باره توافقنامې این ګروو با امریکا مشتجر د داتې سمارات مشره نه کیږي دغه ترون دغه ترون لمخې موږ د مذاکرات داخلسوی چې هغه د امریکانو سره امضاء شوی دی نو به خو دغه ناس مشره استیصره نه کیدلای ځکه مشتجر ناس پر هغه بنیاد باندې او پر هغه اساس باندې د قراردادې کې چې طالبان با امریکا امضاء کړی بودن حکومت افغانستان به حیث حکومت ذکر نشده به این دلیل است که طالبا اصرار میکنند که امو قرارداد که امریکا امضا کردن مبنای مذاکرات باشد و اما درباره بنیاد مذهبی مذاکرات صلح دیدگاه طالبان چنین است موروث دموږ مونږه احوال شخصي ستاس شي د بجې مې مونږ ستاسو د پاره ستاس یو د حق لري او تاسو په کومو مناطقو مجکو کې باید احوال شخصي ستاس شي خو دا التچ اساسي قانون کلمو جوړو ضرورت د دې مادي اصل نن نو منګه په وخت سره چې باز کو خپله پشنهات کړه راوښان نيست کې رایزني هو دبره از میون برداشتن اختلافه در طرز العمل چی زمان آغاز خواهن شو و چیگونه ادامه خواهند یافت برای بحث در این باره دکتر مجیب الرحمن رحیمی مشاور رئیس شورای عالی مصالح ملی و رئیس امور رسانه های این شورا در استدی حضور دانان خوش آمدید آقای رحیمی به برنامه وقت سان بخیر وضع روند با توجه و اتفاقاتی که در چند روز اخیر به ویژه سه چهار روز اخیر حاکم بوده بر روند چگونه است به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه نکته مهمی است که مذاکرات ادامه داره به یک بنبستی که ادامه مذاکرات را مورد تهدید قرار بوده روبرو نیستیم از اول مشخص بود که مذاکرات زمانگیر است و باید با صبر و حوصله مندی به مذاکرات و پیامدها و پیشرفتها در مذاکرات نگاه بکنیم از نظر ما آغاز مذاکرات یک تحول مثبت بود حالا که دو طرف و بحث های خود ادامه میتن روی چگونگی توافق در پاورد طرز عمل یک تحول مثبت را نشان میدن طرف جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده ما در صحبتی که دیروزم رئیس شورای عالی ملی با اونا داشت برخوردشان مثبت است آماده همکاری استن و در مواردی هم که اختلاف پیش می سری و در این حال به سرعت تصمیم می گیرند دیدگاه خود را می طرف طالبا اندک با کندی و با تعلل به پاسخ می و مسائل را دنبال می اما ما امیدوار هستیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و ما با عبور از بحث توافق روی طرز عمل که یک کار اساسی و بنیادی به شمار می رود و مراحل بعدی مذاکرات که بحث روی اجنداست برسیم و از این مرحله عبور بکنیم خب روند ب... روند همراه با چالش ها و زمانگیر قابل پیش بینی بوده اما در پانزده روز طرز عمل نهایی نشدم کارا جندا باقی است اصل مذاکرات همچنان قابل پیش بینی است چقدر زمان دیگر نیاز است تا کار نهایی شود یک مدت زمانی یا یک تاریخ را نمیشه برای مسئله تعیین کرد با توجه به دشواری هایی که شما برشمردین اما نفسی که مذاکراتی ادامه داره دوست... دوستای بین المللی افغانستان هم داری قضیه حضور داره رای حلایی برای عبور از مشکلی که فعلا وجود داره پیشنهاد شده ما امیدوار هستیم که دو طرف روی یک رای حل معقول توافق بکنن و با عبور از این مرحله که بحث برامون اصول رفتاری و طرز عمل است ما برسیم و بحث روی اجندا اما طبعا زمانگیر زمان گیر می باشه با و اساس من مردم را و رسانه های محترم را و جامعه ما را به صبر و حوصله مندی دعوت میکنم این مذاکرات و این بحث ها طبعا زمانگیر گیر خواهد بود چقدر زمان یک سال دو سال پنج سال ما می که به سرعت به نتایج برسیم طرف جمهوری اسلامی افغانستان در سرعت بخشیدن به مذاکرات در رسیدن به توافق مشکل جدی نداره حیات ما با صلاحیت رفته از کلیت جامعه افغانستان نمایندگی میکنه رهبری افغانستان هم در بحث مذاکرات با اتحاد و وحدت نظر از حیات مذاکره حمایت میکنن اما پیش بین هستیم که ای آخرین دور مذاکرات نخواد بود اولین دور مذاکرات هست توقعی که ما داشتیم آغاز مذاکرات بود توافق روی طرز یا حتی توافق روی اجندا و در دورهای بعدی مذاکرات که احتمالا در قطر یا کشورهای دیگه برگزار شود امیدوار هستیم که سرعت پیشرفت و سیافتن به با در نظر داشت وضعیت در افغانستان در یک محدوده زمانی معقول صورت بگیره ولی پیش بینی طولانی شدن مذاکرات هم هست. چه خوب دعوت میکنین مردم را به صبر و شکیبایی در این باب این صبر و شکیبایی به ها میخواهد متوجه هستین هر روز چند نفر قربانی خشونت ها میشن متاسفانه یکی از نکاتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی از تمرکز داره فیرن و همچنان مورد توجه جامعه بین المللی و حیات مذاکره کننده ماست افزایش خشونت در افغانستان است توقعی مایی بود که در لحظه که مذاکرات آغاز شده در زمانی که طالبا با ادعایی که علیه اشغال می‌جنگیدن علیه نیروهای امریکایی و متحدینشان در افغانستان می‌جنگیدن حالا با اونا وارد یک ای شدن و علیه اون نیروها کدام حمله ندارن اما به قتل و کشتار مردم افغانستان مردم ملکی و حملات بالای موازی و قرارگاهی ارتش افغانستان که سرمایه ملی افغانستان است و در هر طرح صلحی هم ما به اون نیاز داره میدامم می این نقطه مورد نگرانی هست و اولین بحث در مرحله عبور با در مرحله عبور از توافق روی طرز عمل و رسیدن به اجندا بحث آتش بس و کاهش خشونت است ما برای اعلان کردیم که خشونت باید کاهش پیدا بکنه و این یک خواست جدی ما در مذاکرات و همچنان توجه داریم که در سطح بین المللی هم بلا استثنا. هم در سطح منطقی و هم در سطح بین المللی این به عنوان یک تقاضا و یک جدی مطرح است سوار. تا از او بها و قیمت سنگینی که پرداخته میشه جلوگیری شود بسیار خوب قرار است درباره سفر فردای آقای عبدالله به اسلام آباد هم از شما بپرسم پاس در باب روند کنونی که در دوحه جریان داره فشرده تر بفرمایید گفتین راه حل با مشکلات کنونی در باره طرز عمل پیدا خواهد شد چگونه؟ در دو روز و سه روز گذشته و همچنان در جریان امروز دیدگاه های و رای حل برای عبور از قضیه مطرح شده طبعا ما به جزیات قضیه رفتن اما امیدوارستیم که یک راه حل معقولی برای بیرون رفت از این بنبست و همچنان راه حلی که مورد قبول دو طرف باشه پیدا شود ما مشکل جدی نمی بینیم برای بیرون رفت از این موضوع طبعا طرف طالبان اصرار دارن که توافقشون و توافقای بعدی به حکومت افغانستان استوار با توافق نامی باشه که اونا با علت متحده امریکا امسا کردن اما اونا یک توافق با امریکا امضا کردن ما وارد یک بحث جدید و یک دوره جدیدی میشیم و در این زمان ما هم یک اعلامیه مشترکی را با ایالات متحده امریکا در اون مرحله امضا کردیم و او رسما ایران شد اختلافات روی همین قضیه است و امیدوار که یک راه حل قابل قبول برای دو طرف برای بیرون رفت از این موضوع پیدا بشه. به یک عضو حیات مذاکره کننده طالبان امروز گفته که اگر بنیاد مذاکرات و صلح سلح امریکا طالبان نباشه ادامه روند بیمعنی ما در مورد صلح افغانستان صحبت میکنیم این منطق میلنگه وقت ما توافق درون کشور خود را و حل مسئله داخلی خود را وابسته بسازیم با توافق هایی که با کشورهای بیرونی امضا شده و اولین کسایم که و حضور و به بحث کشورهای بیرونی اعتراض دارد حرکت طالب است. تقاضای ما ایسته که اونا با منطق و اقلانیت بیشتر با یک قضیه توجه بکنن ما برای بیرون رفت از مشکلات خودمان و برای رسیدن به یک رای حل راه های بسیاری وجود داره که او را جستجو کنیم و به قتل و خونریزی و کشتار در کشور خواهیم بسیار خوب اما یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی افغانستان در برابر این طالبان هم به اصل پذیرفته شدن اعلامیه های حکومت افغانستان امریکا با حکومت افغانستان ناتو بوده این هم یک بحث خارجی حساب این بحث در برابر خواست طالبان مطرح شده وقتی که اونا اصرار دارن که استوار باشه بر توافق ای که اونا با ایالات متحده امریکا امضا کردن اعلامیه مشترک نیست که منطقی نیست اعلامیه مشترک ما ما گفتیم خب وقتی که شما اون رو مطرح میکنین یک اعلامیه مشترک دیگه هم امضا شده میشه بحثی تو مطرح شده که مذاکرات بر اساس توافقنامه شما با اساس اعلامیه آغاز شده این زمینه را امو توافقنامه و اعلامیه مشترک برای آغاز مذاکرات فراهم ساخته حالا این که ما چگونه باید به توافق برسیم یک بحث داخلی در اون افغانستان است که باید در مورد بحث بکنه بسیار خوب چاره کار چیست یا همون راه حل که شما میگین چند گزینه داده شد به طالبان که رد کردن از قرار رو گرفتن اعلامیه های افغانستان امریکا افغانستان ناتو فیصله لوی جرگه اخیر مشورتی سال و یا هم قرآن و حدیث مبنای کار قرار بگیره اینا از طرف طالبان رد شدن و پافشاری روی توافقنامه امریکا طالبان است گزینه بعدی یا گزینه های بعدی چیز باقی مانده بحث ها روی یکی یا دوی گزینه ها هنوز میدامه دارن از صورت قطع اینا رد نشده دیدگاه های برای طرف با ایراه شده در امی دو روز اخیر و حیات ما منتظر پاسخ از اوناستن هستن امید که اگرای حل برای بیرون رفت از این موضوع پیدا شود ما بیشتر از این وقت تلفی نکنیم و نقطه نگرانی ما تلفات ملکی و افزایش خشونت هاست که یک رای حل باید به این مسئله پیدا بسیار خوب یعنی در نهایت با در برابر تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافق نامه امریکا طالبان در مذاکرات تمکین و انعطاف در کار نخواهد بود پذیرفتن نخواهد شد این تصمیم را حیات مذاکره کننده ما در قطر خود گرفت ما آماده یافتن یک راه حل معقولی که او به نفع افغانستان و منافع مملکت ما باشه هستیم طرف مقابل را هم به معقولیت و رافتن یک راه حل معقول برای بیرون رفت از بنبست دعوت میکنیم بسیار قرار است رئیس شورای عالی مصالح ملی آقای عبدالله فردا راهی پاکستان شود نخواست این سفر با توافق ارگ انجام میشه دعوت برای سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی و قبلا رئیس اجرایی حکومت افغانستان چندین بار رسما ارسال گردید و قرار بود که دکتر عبدالله عبدالله به پاکستان بروند تقریبا میتونم بگیم که دو سه چهار بار دعوت رسمی صورت گرفت اما به این سفر به تاخیر افتید و بالاخره به با دعوت صدر پاکستان فردا دعوت صورت میگیره و در این مرحله هم ایشان ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده دارن در بحث سفر و رفتن به پاکستان اختلاف در رهبری حکومت افغانستان وجود نداره هماهنگی های لازم صورت گرفته سفر از طرف رئیس شورای عالی مصالحه و در محور بحث های صلح صورت میگیره امیدوار که در این سفر که با صدر اعظم پاکستان رئیس جمهور رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس سنا وزیر خارجه رئیس ستاد ارتش و رئیس شورای علمای پاکستان ملاقات صورت میگیره همچنان در مرکز استراتژیک اسلام آباد رئیس شورای علی ملی سخنرانی می داشته باشند سا. و با تعدادی از شعرها و شخصیت های مطرح در پاکستان دیدار میکنن. بحث صلح همکاری پاکستان مطرح میشه و توقعی ما که با این سفر یک فصل جدیدی از اعتماد متقابل و همکاری ها میان دو کشور آغاز شود علایم این همکاری ها را هم در صحبت های مقامات پاکستانی قبل از سفر حتما شما ملاحظه کردین مقاله ای که از طرف صدر اعظم پاکستان بچا رسیده بود این در واشنگتن پست نیت ها و آرزوهای خوبی اونا را در مورد قضای افغانستان و تلاش های صلح نشان میداد و در این حال اعلامیه‌ای که امروز هم صادر کردن در مورد سفر امید بخش بود. سر خود داری باره پسانتر بس میکنیم اما در کل سفر با توافق هر انجام میشم سفر دعوت سفر به به صورت مستقل به رئیس شورای عالی مصالحه ملی آمده بود اما در سفر مخالفتی وجود نداره برای اینکه تکرار کردم دو. که تازه آقای خان نخست وزیر پاکستان از طرف آقای غنی و کابل دعوت شده یعنی در در یک فاصله زمانی کوتاه چرا رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پاکستان بره و سپس عمران خان به یک کابل دو موضوع با هم تعارض ندارن دعوت بر سفر به پاکستان قبلا به رئیس شورای مصالح ملی آمده بود و همونطوری که شما گفتین در صحبتی که بین رئیس جمهور و صدر اعظم صورت گرفت از اونا دعوت کردن که از افغانستان دیدن بکنه هر قدر این روابط بیشتر شوه صدر اعظم پاکستان با افغانستان به افغانستان و و همکاری جدیتری بکنن ما برداشت ما ایسته که ما را برای حل مشکل فیلی که ما در افغانستان داریم و همچنان در رسیدن به توافق به طالبا کمک خواهد کرد اما نگرانی وجود دارد از نقش بیش از حد و بیراوی پاکستان در مسائل افغانستان و وجود در باب سال نگرانی ها تاریخچه و گذشته بسیار طولانی داره برخی از این نگرانی ها موجه هم هست اما در ای آخر پاکستانی پاکستانیا همکاری کردن هم در بحث مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبا و همچنان در آغاز مذاکرات قطر و سفرهایی که مقامات پاکستانی به افغانستان داشتن حکایت از یک تغییر در روی کرده پاکستان داره ما توقعی ما نیسته که در روی گذشته و استراتژی و سیاست گذشته پاکستان در قبال افغانستان تغییر بیا و به این نتیجه رسیده باشن که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان و صلح در منطقه است به معنای باز شدن یک فصل جدیدی از همگرایی و همکاری های منطقه است فصلی که در او آغاز اتصال منطقی و توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه رقم میخوره سخن. ما میتونیم جنوبی آسیا را به آسیا مرکزی وصل بکنیم سرمایه گذاری های چین در منطقه افزایش پیدا بکنه و تنش های منطقه به خصوص حضور تروریست که در قدم اول ما را تهدید میکنه و از اینجا در سطح بین المللی منافع کشورهای مختلف را تهدید میکنه این نابود شد و کاهش پیدا بکنه و ما در یک فضای متفاوتتر به زندگی و به همکاری و همسایگی خود ادامه بتیم اگر دوستای پاکستانی ما به این نتیجه رسیده باشن طبعا ای یک آغاز نویره نشون بسیار خوب میشه به چنین نتیجه رسیدن پاکستان خوشبین باشیم در صورتی که مشکلات اصلی میان دو کشور حل ناشده باقی ماندن مثلا بحث دیورن بحث آبهای افغانستان نفوذ هند در افغانستان اگر مشکلات هم باقی است رای حل این مشکلات مذاکره و گفتگو دولت پاکستان توقعی مایسته که روابطش با دولت افغانستان استقرار ببخشه بهبود ببخشه و روابط بین دو دولت صورت بگیره ما از حمایت از بازیگران غیر دولتی دست بکشیم اگر مشکلی هم باقی باشه در هر حوزه ای ما میتونیم او را از طریق بحث و گفتگو و مذاکره حل بکنه خب اگر اگر این دنبال کردن راههای غیر معقول غیر از مذاکره غیر از گفتگو و غیر از کاربرد یک عقلانیت در روابط منطقی و بین المللی همونطور که برای ما مشکل زاست بر پاکستان و برای کشورهای منطقه هم مشکل خلق می‌کنه بسیار خب گفتین اگر یعنی مطمئن نیستین که مشکل با پاکستان باقی مونده باشه طبعا اگر وجود داره این مشکل،, مشکل امروز و فردا نیست که بسار و سرعت و بسادگی حل شود اما... وجود داره اما ما شاهد یک تغییر و یک تحول هستیم سفر رئیس شورای عالی مصالحه از یک طرف به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه از سوی دیگه به عنوان نماینده یک جریانی که یک تاریخ و گذشته طولانی از فراز فرود را با, با پاکستان تجربه کرده میتونه یک آغاز خوبه برای تغییر و تحول و همکاری باشه بسیار خوب به اصل مسئله هدف های سفر تقویت اجماع منطقی و تقویت روابط در افغانستان پاکستان جمع چند مسئله دیگه گفته شده نخست در بس روابط افغانستان پاکستان رابطه چگونه است رابطه مثبت میان دو کشور وجود داره که تقویه شده یا نه روابط که دچار نوسان جدی و بد است را میخواین بیشتر تقویت بکنه سفر بیشتر تمرکز می داشته باشه روی بحث های و همچنان همکاری های رابطه پاکستان افغانستان هم جزء از این سفر است با توجه به او پیشینه و تاریخچه که در روابط یک بخش از جامعه با پاکستان ما اشاره کردم روابط ما با پاکستان مشخص است خودم داشتن نقاط مثبت خودم داشتن نقاط منفی خودم ما با توجه به وضعیتی که در افغانستان داریم و با توجه به شرایطی که فعلا حاکم است و به سمت سویی که حرکت میکنیم محور تلاش ما تنش زدایی در منطقه است ما طرفدار همکاری استیم طرفدار اجماع منطقه استیم اجماع منطقه یک بخشش از طرف دولت افغانستان از طرف حکومت افغانستان دنبال میشه وزارت امور خارجه و تلاش هایی که در او مورد جریان داره دیپلوماسی صلح شخص رئیس شورای عالی مصالحه دنبال میکنه و این سفر هم در راستا صورت میگیره بعد از هم سفرهای دیگه هم در سطح منطقه صورت خود گرفت و در سطح فراتر از منطقه تعارضات و دیدگاه های متفاوتی که در مورد صلح وجود داره تلاش مخوادی بود که یک نقاط مشترک برای همکاری پیدا بسیار خوب بس سه دقیقه فرصت داریم آقای رحمی پرسش بس های بسیار باقی مانند کوتاتر خواهش میکنم دوباره بفرمایید پاس خواهیتانم تقویت اجماع منطقه ای اجماع در کار است در باب سلح افغانستان که تقویت شود طبعا در سطح منطقه دیدگاه مختلفی در مورد چگونگی رسیدن به صلح در برخی از موارد وجود دارد دیدگاهی که در پاکستان وجود داره در جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای میانه روسیه در سطح کشورهای خلیج عربستان سعودی امارات قطر اینا در عینی که ایران میکنن که از روند صلح در افغانستان حمایت میکنن دیدگاه متفاوت هم دارن در قضیه و شما در جریان مذاکرات مذاکرات قطر هم شاهد برخیزی دیدگاه بودین و امیدوار که همکاری جدیتر کشورها را در این مورد جلب بکنیم وزیر خارجه ایران آقای زریف چند روز پیش دقیقا 22 ماه روان بیلادی گفت که روند صلح افغانستان با بنبست رو است. امریکا نقش مثبت در روند ایفان نکرده و نباید به های خروج امریکا بر افغانستان و منطقه تحمیل شود. برابط ما با جمهوری اسلامی ایران خوب است جمهوری اسلامی ایران رسما از رئیس شورای عالی مصالح دعوت هم کردن که از ایران دیدن بکنه تماس های مستقیمی که ما با جمهوری اسلامی ایران و ما مقاماتی کشور داریم صح. اونا در خوب در سطح کلان با ایالات متحده و متحدینش مشکل دارن بحث صح. خارج از دایره داره و کنترول ماست اما در بحث صلح در افغانستان و برخورد مسئولانه به قضای افغانستان با ما و با جمهوری اسلامی افغانستان هم نظر است نخست وزیر پاکستان در مقاله که شما پیشتر از کردین به واشنگتن پوست از خرابکاران منطقی که منافع, منافع جیوپولیتیکشون را در بیثباتی در افغانستان دنبال میکنند گفته باید روند از خرابکاران محافظت شود روند صلح کی است خراب کنند؟ من نمیتونم به نمایندگی از نخست وزیر پاکستان اه اه کسی را در این مورد نام ببرم اما شما میخوامین که کسان هستن که شما میخوامین که رقابت هایی در منطقه میان پاکستان و برخی از کشورهای دیگه وجود داره ما همش تلاش بوده که ما شارخ. بازی یا میدانی رقابت های منفی نباشیم صحب. و کشورهای همسایه ما به وزیر رقابت منفی همکاری های سالم و سازندهی داشته باشند تا او تهدیدها که اولین قربانیش ماست من که شما گفتین تشکر. و اونا هم به وقت به این بابرستن که از حضور خرابکارا و تروریستا ها ضرر میبینن همکاری بکنن فرصت کاملا تمام است خواهی رئیمی رئیس امور رسانه های شورای عالی مساله ملی و مشاور رئیس شورای عالی مساله ملی از حضورتان در برنامه تشکر همچنان ادامه محور تا چند لحظه دیگر ادامه بیجا برنامه محور در باب صلح افغانستان و چگونگی روند همچنان بحث را ادامه می دهیم مهمانانم در بخش دوم محور آقایان احمد رشاد پاینده استاد دانشگاه و یحیا چاوش رئیس حرکت ملی خط میانه که از مسکو روسیه در برنامه با ما پیوست آقای پاینده در سیدی حضوری یافتن با شما به را آغاز میکنیم پاینده سب... چهار روز شده که حتی دیدار تماس گروه های تماس در هم متوقف هست حکومت افغانستان و پیشتر آقای رحیمی در برنامه حضور داشتن گفتن بحث کلان و جدی نیست قابل حل است و نباید نگران بود شما هم چون این باور دارین در این باره بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدای بزرگ هر سلام ادب دارم خدمت شما بینید دایی عزیز تلویزیون شما با میبان بازر در برنامه Uh, میخوایم قبل از اینکه به سوال شما یک مقدمه روی خود مذاکرات بین افغانی داشته باشم ببینین یکی از مسائل و عمده و ضروری که طالب ها فعلا به تقلید گرفته uh, ما میکنم بحث خود گلبودین حکمتیار با پروسی صلح رکونا آمدن و بالاخره قبول کردن با خود دولت افغانستان میتونه یک پیش زمینه باشه میتونه یکی از مثال های زنده و کلان و بالاخره برتون بگویم بزرگ به پیش خود طالبها ها که ما اگر به این سادگی بیایم نشست بین افغانی را بلاخره با دولت افغانستان داشته باشیم و با نتایجی را به دولت افغانستان که مطلوب باشه به با ملت افغانستان دولت افغانستان بتیم شاید انقریب پروگرام بره به طرف ختم شدن و ما هم بریم به طرف ازی که به شکل شخصیت گلبدین حکمتیار و حزبش که فعلا در جغرافی افغانستان است پیدا بکنیم بنابرای دلیل من مطمئن هستم که اینا با استفاده از تجارب گذشته خود دولت افغانستان در برابر عذاب دیگر و گروه تروریستی و بالاخره با ملیشه ها یا استفاده کردن میخواین که به طرفی برن به طرفی که نتیجه مطلوب به با پیشان باشه یک قسمت بحث همی است اگر بهم به خود سوال شما بپردازم ببینین یکی از تکلیف های کلان و بزرگی که ما شما میبینیم در توافقنامه امریکا با طالب ها است که مشخصا روی خود یک دولت تعریف مشخص یعنی در بین خود ازی توافقنامه نامده و صورت نگرفته نام دلیل طالب ها میتونن با استفاده است نقایز و تکلیف ها و مشکلاتی که در بین خود از این توافق وجود داره به پیش برن یکی از مشاورین بزرگی که در سطح منطقه فعلا طالب خواهر مشوره بیتا و بلاخ می کنه از دید خود سیاسی پاکستان است مواد من هستم خانه خالی که در توافق نامه خود ایالات متحده آمریکا و گروه طالب ها صورت گرفته بود با استفاده از او خانه های خالی میتونن امروز طالب ها دست بالاتری را نسبت به خود مذاکرات بین الافغانی به پیش خود داشته باشند و با یکی از مسائل کلان و عمدی دیگر اگر ما شما متوجه شده باشیم است که فعلا ایالات متحده آمریکا در صدد است بر هر حالت نتایج مذاکرات بین الافغانی را به پیش خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری خود داشته باشد تا که بتانه بالاخره به با ملت امریکا و به ملت افغانستان به ایرا واضح بسازه که نقش خود امریکا بسیار برازنده و بزرگ بوده اما ما باید توجه عمیق خود در مورد خود ازی هم داشته باشیم که در سطح منطقه کشورهایی که فعلا وجود دارن هر کدام از اینا به گونه زیدخل خود سیاست افغانستان و معادلات جنگ و صلح افغانستان هستن ما نمیتونیم که نادیده بگیریم کشورهای منطقه را با پاکستان هم یکی از حامی های خود طالب ها به صورت آفتابی است و ما مجبور مکلف هستیم که یکی از مشروطیت های بزرگ خود نشست بین الافغانی را پاکستان فکر بکنیم که مرتبط به این مساله رئیس شورای عالی مصالح ملی صحب. افغانستان یک سفری هم امروز فکر میکنیم به پاکستان داشت بسیار خوب ما اصل پرسش حداقل نزد ما پاسخ نیفت آقای پاینده مشکل مشکلی که پیش آمده در کار نهایی سازی طرز العمل طرز العمل مذاکرات میان افغانان جدی است یا نه خب یکی از بحث هایی که طالب ها فعلا متخصص او بحث هستند و مطمئن هستند با تمام وجود میتونن یک نتیجه خوب ازش بگیرن بحث بنیادگرایی و مذهب است وقتی که اینا میاین روی خود مذهب عنفی صحبت میکنن بالاخره تاکید میکنن بالای خود مذهب عنفی بدون شک یا یک گرایش مطلق و وابسته به خود مذهب عنفی دارن در حالی که ما شما سه مذهب دیگه هم مالکی و حنبلی و شافعی رو به پیش خود داریم طالبها ها با تمام وجود در تلاش ازی هستند که از تخصص خود در نشست بین الافغانی استفاده بکنن نه از تخصص دولت مدارای خود ب... دولت افغانستان بنا یکی یک از جنجال های کلانی را که ما شما میبینیم فعلا به خاطر عدم برگزاری خود نشست بین الافغانی امی خود بحث مذهبی است در حالی که وقتی که ما شما میریم به طرف دیگر مذاهب که حاکم هستند در خود جغرافی افغانستان او مذاهب وقتی که ما شما به خصوص به مذهب عنفی میتونه مؤلفه را بر ما شما تعریف بکنه نسبت به خود شخص برتون بگم می گفتگوهای صلح فعلا جریان داره در خود دوحه اما بدبختانه امروز طالب ها توجهشان عمیقا به طرف چی است به طرف بخشی که اینا مشخصا با او بخش آشنا هستند و تخصص کاملی را در او مورد دارند در غیر از اون ما فکر نکنم کدام نتیجه خوبی را بتونن گرفته از دیگه یک مش با طالب ها خود داشت بسیار خوب ما به دیدگاه ها این هستند که بیشتر مسئله مبنا قرار گرفتن توافقنامه امریکا طالبان بحث اصلی در به میان آمدن از چالش ها و اختلاف ها در نهایی سازی کار طرز عمل است اجازه بسیاری بس از آقای چاوش به پرزم خوش آمدین آقای چاوش به برنامه بس حاکم در نهایی سازی طرز عمل مذاکرات میان افغانان یکی به همون بنیاد مذهبی مذاکرات است دیگر هم اصل اصل قرار گرفتن توافقنامه امریکا طالبان در مذاکرات مسئله اول گفته شده که به گونه قابل حل است اما در باب دوم توافقنامه امریکا طالبان گروه طالبان و هیئت مذاکره کنند این گروه گفته که در صورت نپذیرفته شدن این توافقنامه همچون اصل در مذاکرات ادامه روند بی معناست چرا طالبان بیش از حد پافشاری بر انجام یافتن چونین چیز در مذاکرات و طرز العمل هستن بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به تمام بینندگان محترم شما سلام به جناب پاینده میمان شما در این پروگرام ما به اجازه شما اگه اجازه بتین قبل از اینکه داخل ای بست شدم با شما یک موضوعی که چند روز پیش آقای خلیلزاد در کمیته تغییر صلاح سنای آمریکا خواسته شده بود و تا مالینوفسکی در اونجا عقیده و صحبت ها و عرف دشت به اتقا و گفای از او چیزی بیان کنه سخ در کمیته سنای آمریکا عقیده به این است که او چیزی که زیر قرارداد قرارداد با تویا توافق نامه با طالبا امضا شده استوار فرب بزر ت او سناتورت ورن اقدامات قدم بقدم و چز طالبا مبرن تصاهبب قدرتن موضوع صلحمذارات خوب از ناه سیاسمسلاز ناه نظام وز ناه استخباراترشهدر جا ارزناه مل مسئله گرده به دو سال پیش دو سال پیش که دولت امریکا پافشاری دیست بالای اداره باره دولت جناب محترم اشرفقنی که مصارف خود پایان بیاره خوب مصارف هرچی ها کوشش کردن پایان آورده نتنیستن به وسط پنی و درازی و مصارف اردو و غیره بعد از سفر دشت دعوت شد عمران خان به با واشنگتن با امریکا بعد از سفر از او موضوع مذاکرات صلح امریکا با طالبان مطرح شد خود از این همه چیز وقتی که یار پلوی هم بگذاریم ارزیابی کنیم میبینیم که مسئله برمیگرده به ضروریات یا چیزهایی که امریکا ضرورت داره امریکا ضرورت دیش که سربازای از افغانستان کشته نشه مصارف به این بیاه و در انتخابات پیش روی ترامب دستاورد دا بزرگ داشته باشه امران خان یک بازیگر درستی بود و سیاست ما در داخل افغانستان بازی سیاسی نفهمیدن او سناریو در به امریکا داد امریکا یا قبول کردن سناریو چی است؟ سناریویی است که این تمام چیزی که می پیش میره یا کل یک درامه است درامه که درامه نویس از پاکستان است کارگردان از او آقای خلیلزاد و یا بگین وزارت خارجه امریکا کارکنای از انیمی درامه انجام میدن طالبا هستند هنرمندای از و مردم افغانستان جز تماشاچی چیز دیگری نیست آخه چاوش حال هر بس, فی... بس, با... بس که بله دیدن یا توضیحات یک تماشاچی است بسیار بقدر... آقا اجازه بدین با شما چیز دیگر را در میان بگذارم حال بس بس منافع کشور افغانستان هم منافع خودش را دنبال میکنه امریکا همچنان پاکستان همچنان کار امریکا با طالبان نهایی شده مانده کار حکومت افغانستان و گروه طالبان مذاکرات را دو طرف آغاز کردند طرز عمل می طرز بر سر بنیاد که چه چی چیز بنیادش باشه با مشکل برخورده چرا طالبان علاقمند اساس قرار گرفتن توافقنامه ایشان با امریکا در مذاکرات صلح افغانستان هستند چرا حکومت افغانستان با این مسئله توافق ندارد دلیل چیست اختلاف بر سر چیست ببینیم خدمت جناب شما بزرگوار و بینندگان محترم شما عرض دارم سانم که تا زمانی که ما در افغانستان باورهای خود تغییر ندیم سال به افغانستان نمیه اه ما اه یک با پیش پیش از که طرف ها و مذاکرات شروع کرده کنن و این مسائل ما به عرض رساندم به خدمت بینده یکی از تلویزیون های داخل افغانستان در اونجی ما مشخص گفتم که پیش از اینکه مذاکرات شروع شه در اینج مشکلات نوی بروز میکنه مشکلات تازه بعد از این مشکلات تازه فشارهای عدیدی باید به سر روی از نگاه سایکولوژی به سر جامعه ما مردم افغانستان و دولت مردای ما بیاید تا خواستهای های طالبان عملی شه و یک قدم به قدم عملی میشه این ای فشارها چی است؟ هم فشارهای روانی از طرف, از طرف پاکستان است که میگه اینجیه بعض علاقات مداخله میکنه گپ از این آقای, آقای خلیلزاد تکرار میکنن به داخل افغانستان هم طالبا فشارهای نظامی خود حملات خوده شدت بخشیدن من همین بینی کرده بودم که در کانون انتخابات امریکا باید یک حد دقل یک دو ولایت افغانستان سکوت داده و این خاموشی باشه تا بالاخره باز این نظریه به وجود بیایه که سربازای حیالات متحده امریکا دوباره به افغانستان برگرده ای اشتباهات هم از طریق اداره ترامپ است که ما به افغانستان قربانی از تشکر بخ... برمیگردم بر به شما آقای چاوش آقای پاینده بس توافقنامه امریکا طالبان در مذاکرات و در طرز عمل یک بحث جنجالی به مبدل گشته چی خواهد شد چهار روز شده که به دیدار میان گروه های تماس دو طرف برگزار نشده که این نشان دهنده حساسیت و جدی بودن مشکل است آیا حکومت افغانستان تن به خواست طالبان در باره خواهد داد اگر بله پیامد این کار چی خواهد بود اگر نه طالبان گفتند که ادامه بس با نپذیرفته شدن این خواستشان به یعنی قابل قبول نیست به اونا ببینین طالب ها مبنای برگزار نشدن نشست تماس یا با مگروه های تماس در خود دوها مفکر فکر می کنم سنگ های خود حکومت افغانستان می قسم قسمی که من از رسانه شنیدم بر فعلا برداشت حاکم از عدم برگزاری خود از گروه تماس به پیش طالبها ها همین مسئله است دولت افغانستان به نظر ما باید اجازه به طالب ها هم اجازه به گروه تماس هم که در اونجا برن یا روی بعضی از معلفه های به خاطر برگزاری نشست بین الافغانی در بین خود به تفاهم برسن به دلیل از اینکه جنگ روز به روز تشدید پیدا کرده و در جغرافیا افغانستان ما شما میبینیم که ملت افغانستان به کشت خون کشیده شده بنا دلیل اگر ما شما بخوایم ذهنیت حاکم خود دولت با بالای بالاخره به ممکن نیست طالب ها یک جریان سیاسی فعلا پشت مذاکره پشت میز مذاکره وقتی که رفتن خاص به دلیل ازی رفتن که بخواین و بتانن بر خود در آینده یک موقف سیاسی مشخص در دولت افغانستان تعریف کنن اگر دولت افغانستان فعلا به فکر ازی باشه که ما با گلبدین حکمتیار تانستیم به بسیار زیاد آسانی و بلاخره برای بسیتش به نتیجه برسیم شاید یک روزی هم با طالب ها با نتیجه برسیم من مطمئن هستم که قواعد بوزی فعلی دولت افغانستان نه تنها ای که کارا نخواد بود برعکس به طرف ثبوت شدن به خود از این مذاکرات بین لفغانی ما و شما خود رفتیم با یک نتیجه مطلوب تعریف شده را در پیش خود نخواد داشتیم و در پهلوی از او روی توافق وقتی که ما شما صحبت میکنیم بدون شک یا امریکایی ها با توجه به امو درایتی که در پالیسی و دیپلماسی در پیش خود دارن خواستن که مجهولیت های را در بین خود از این توافق با طالب ها که در آینده بتانن از او روزانه استفاده بکنن تا که بتانن دولت افغانستان تحت کنترل و حاکمیت سیاسی خود داشته باشن یا ای که طالب ها تانستن با استفاده از مشوره کشورهای منطقه به خصوص پاکستان حاکمیت خود را در جغرافی های فکری یا در جغرافی های بر برتان بگویم مذاکرات بین لبخانی در آینده بیاین تعریف کنن بنابرای دلیل یکی از مسائل عمده و ضروری و مهم مک فکر میکنم بر دولت افغانستان فعلا نمی است که به هر شکل باید یک گروه متخصص معرفی بکنه فعلا این گروهی که خود دو هفته اینا در مورد خود مذهب عنفی مک فکر میکنم اصد شاید 15 الی 20 درصد بفهمند نهایتش هم تا به 30 درصد اینا متخصص بخش امور دینی نیستند در قسمت نخست گروه طالب ها را اگر ما شما بخوایم به اقناع بگیریم مجبور مکلف هستیم که چهار من به دین اسلام حداقل به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک متخصص خود بخش دینی داشته باشیم به با پیش خود معلومات که قرآن و سنت اجماع و, و قیاس است اما بحث اصلی برای فعلا کلان در ترکیب حیات جمهوری اسلامی افغانستان قرار داره آقای بلیغ آقای منصور آقای ببینید دو یا سه شخصیتی که ما شما داریم دو یا سه شخصیت در برابر یک گروه بزرگ کلانی که طالب نام داره با مشوره های بزرگ که از کشورهای منطقه میگیرن من مطمئن هستم که بسنده نیست یا یک گفتمان اگر... اگر... مانه... کل, کل... ترکیب حیات به متخصصین دینی مذهبی می بودن بحث های سیاسی و تکنیکی برعکس از دیگه جناب یک مسئله را باید ملت افغانستان و دولت افغانستان متوجه برش باشه یک گفتمانه یک گفتمان به نظر من فقی توسط خود متخصصین به بخش اسلامی ما شما باید داشته باشیم با خود طالب ها که بتونه یک پیش زمینه خوب شود خب هدف ما از گروه ما از گروه خود تماس است که نمی گروه تماس بر فعلا بتونن فقی پی بس بکنن بتونن تخصصی از دیدگاه اسلام بس بکنن نمیتونن حتما نتونستن بقنا بگیرن حتما نتونستن رضایت جان مقابل که طالب ها از بگیرن بس بس کلان و اختلاف کلان هم بنیاد فقهی مذاکرات نیست در حال حاضر گزارش شده که همین بحث مبنا قرار گرفتن توافقنامه امریکا طالبان است که باز هم پاسخ خود را از شما نیافتم برمیگردیم با آقای چاوش آقا جابش اگر حیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در کار طرز العمل مبنا تا فقنامه امریکا طالبان را در, در مذاکرات بپذیره چی میشه ضرر و نقص این کار چیست؟ بازم تشکر شما مبر شما بازم ادامه ادامه اقدامات بعدی که پیش رو خدمت شما عرض میکنم این یک کارشناس سیاسی این رهبر سیاسی حرکت ملی خط سوم مرحله بعدی است که بعد از این مسائل جزیات کال یا مطرح کردن که هنوز مذاکرات هم شروع نشده در تا دو روز اخیر بخی تماسای وجود نداشته و نداره برای پیشنهادات بعدی که در قطر صورت میگیره موضوع دولت موقت است بعد از این مسئله یک چانزینی ها جنگ ها جن داخل افغانستان جنجال های در قطر یا بالاخره صورت میگیره تا بازم فشارهای زیادی سر دولت آقای اشرفقنی و مردم افغانستان تعمیل شه که باز او بپذیرن بعد از این باز تغییر قانون اساسی مطرح میشه در همون جبیات شما باشه بسیار خوب آقای چاوش بسیار بسیار پیش رفتین آقای چاوش بسیار پیش میخوایم بفهمم که دلیل پافشاری و استادگی به حیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در باره یا در برابر مبنا قرار گرفتن توافقنامه امریکا طالبان در مذاکرات چیست از چی میترسه حکومت افغانستان که نمیخواه توافقنامه امریکا طالبان مبنا و اصل در مذاکرات میان افغانان قرار بگیره خب ما،, فکر میکنم که دولت افغانستان از چیزی نمیترسه ما فکر میکنم در امون توافقنامه اشتباهات و نواقعیس بسیار اساسی از ابتدا وجود داره وجود داشته که این موضوع یعنی کمیته سنای امریکا هم برجسته ساخته در اونجا مثلا در نامی از دولت افغانستان می دولت برده نشده در عملا طالبا می امارت شناخته شده و تصمیم دارن که امارت بیارن در چوکی و افغانستان بشانن بازم ریشای مردم را از بوتل و از کتی و دیگه چیزها بکشن تا کسی اختیار ریش خود داشته باشه آزادی مردها آزادی نداشته باشه چی جای زنا باشه این پلان و سی سناریو به همین قدم به قدم شروع کردن از جزیات جزیات با اختلافات اختلافات با مسائل مذهبی را حالی چرا اونجی مثلا موضوع فقه حنیفی و فقه جعفری مطرح کردن ایر برای فعلا نیسته ای برای برای بعدن است برای پلان هایی که یا بعدن در نظر دارند برای مرحله که جنگ افغانستان به یک جنگ منطقوی پلان است که تبدیل شه ای برای پیش پیش پیش, بینی های از اون مسئله است و در غیر از این کدام مشکل ساز موضوعی نیست اگر طالبا فکر میکنند که یا امریکا را شکست دادن یا بسیار اشتباه میکنند امریکا یک قدرت بزرگ جهانی است امریکا تنها در امریکایی که نیروه از در افغانستان است نیست امریکایی است که امروز آمادگی میگیره سر در نیروای خود در سرعدات پولان در سرعدات کشورهای پریبالتیک جا و جا کرده ده. و اونجا قدرت نمایی میکنه در جهان در اطراف چین در خلیج فارس کشورهای جای دگه و امریکا اگه خواست باشه بزار فی یک بسوار. روز این گروه های طالبان خاک و خاکستر میکنه در داخل افغانستان موضوعی گپ نیست موضوع اشتباهی تعبیرهای ماست بسیار تشکر بر شما بر میگردم آقای چاوش آقای پاینده راه سومی و گزینه که حل کنه مشکل را در باب توافق نامی امریکا طالبان و بنا قرار گرفتن در مذاکرات میان افغانان باقی مانده سه چهار گزینه و بدیل حیث جمهوری اسلامی افغانستان را حیث طالبان داد کردن از قرار گرفتن اعلامیه های مشترک افغانستان با امریکا و با ناتو فیصله لوی جرگه اخیر مشورتی سال و هم این که مبنای مذاکرات قرآن و حدیث باشه جناب احمدی صاحب شما پیشتر گفتین که جواب نگرفتین از بخشی که شما سوال کردین و میخوایم با او اول بپردازیم یکی از مسائل کلان اگر توافق نامه را ما شما فکر بکنیم بس بس حقوقی است درست وقتی که ما شما مبنای خود از این اساس خود از مبنای حقوقی میدانیم در اینجا بحث کلانی که صورت گرفته در میان خود امریکا و طالب ها صورت گرفته در تبانی با دولت افغانستان دولت افغانستان ادایش بر این بود که ایالات متحده امریکا وقتی که توافق کرد با خود طالب ها از تمام مزایا و بلاخره عبادی که شامل خود از این توافق نامه شده دولت افغانستان به صورت آفتابیش واقف بود و آگاه بود این مسئله به نظر ما فعلا مشکل کلان در بین خود نشست بین الافغانی نیست طالب ها بزرگترین دلیلی که به پیششان است فعلا گرایششان به طرف خود مذهب است یکی از مزایای کلانی رک که میخواین در وجود خود داشته باشند چود ندگه بخشان میتونن متخصص باشن بس تخصصی داشته باشن بس خود مذهب پیش میکنن اگر مش ما شما مبنای خود از اینمی نشست بین الافغانی را ببینیم یکی از بندهای نامی میان امریکا و طالبها بوده و بر اساس بدون شک طالبها درست برای بر اساس امروز ما شما یک نشستی را در دوحه داریم گروه های تماس در بین خود صحبت میکنن در غیر از این طالب ها سال ها و ماه ها دولت افغانستان رد کردن نشست رو در رو رد کردن نتوانستند که یک نتیجه مطلوب را از خود دولت افغانستان بگیرن بنان طالب ها میخوان مشروعیت خود سیاسی خود را توسط خود ایالات متحده امریکا با توجه به خود توافق نامه بالای دولت افغانستان به عنوان یک چخصم برتون بگویم حاکمیت بقبولانند بگویند که گروه خود طالب ها هم یک گروه سیاستدان از گروه طالب ها هم با تمام وجود ایار هستند و در قسمت برنامه سوزی یا اندیشن بر دولت خود به از او توافق را به پیش میرن به دلیل ازی مبنای تمام گفتگوها مبنای تمام مسائل وابسته به خود صلح بین الافغانی ما شما وابسته به چیست؟ وابسته به می توافق که خود دولت آمریکا به پیش خود داشته اما برعکس از این مسئله وقتی دولت افغانستان قبول نمیکنه ما شما در کجا در کدام تاریخ در کدام موقعیت شاید از بودیم که دولت افغانستان رو در رو با گروه طالب ها نشست و بالاخره تصمیم بر این شد که باید اینا بیان و نشست بین افغانی را در بین خود داشته باشن پس وقتی که تاریخ وجود نداره موقعیت وجود نداره مش ما نمیتونیم مبنای خود نشست بین افغانی را بیایم خواستای دولت افغانستان بنامیم و در غیر از و دولت افغانستان مجبور مکلف است که سبک سنگین کردن سخن ها و بالاخره برتون بگویم واکنش های را که در اخیر ماونین رئیس جمهور داره را کم کنه به دلیل ازی که تشدید جنگ ما و شما شاید دیگه ازی بیشتر نباشیم در جغرافیای افغانستان بالاخره مشکل پا بر جاست. بدیل دیگر وجود داره تکرار پرسش خب یکی از بدیل هایی که ما به پیش خود فکر میکنم امیز که دولت افغانستان بر فعلا به هر شکلی که میشه طالب ها را اجازه به تک خواسته های کلی خود را و تدوین شده خود را برای دولت افغانستان بیاین تقدیم بکنن در تبانی با خود امریکا تا که بتونن دولت افغانستان یک تصمیم کلی را بگیره تا به فعلا ما شما از طالبها به صورت کلی یک برنامه را نتارستیم بگیریم اگر شما متوجه شده باشین روز روز یک گپ جدید در بین خود از گروه تماس و بلاخره برتان بگویم امین شست مبرای باید طالبها بیاین خواسته های خود تدوین تدویل بسازن بلاخره آمد برای حکومت های شدن العمل ممکن نیست که برای فعلا نخواهید مکه میبینم بسیاری از مشکلات دیگه هم به پیش خود طالبها تعریف شده است که دولت افغانستان از او واقف نیست و آگاهی نداره بسیار خوب یعنی مشکل قابل حل نیست در کل. مشکل قابل حل میشه در صورتی که دولت آمریکا باز هم در تبانی با شورای عالی مصالحه ملی در تبانی با پاکستان بیاین طرح کلی طالبها را بر دولت آینده افغانستان بگیرند که آیا اینا تا به حال هم طرفدار امارت اسلامی افغانستان هستند یا به قول وزیر مالی اسبق خود طالب ها که از طریق رسانه شما ما فکر می کنیم یک مصاحبه ششونی بودم. یا به قول از اونا جمهوری اسلامی امارت افغانستان یا امارت جمهوری اسلامی افغانستان ایت یک چیزی را می خواهند دا داشته باشند در غیر از او بر فعلا بدیل رای حل مشخصی دیده نمی تشکر آقای چابش آخرین پرسش یک دقیقه کمتر فرصت باقی مانده این مشکل قابل حل است اگر بله با چی شه نهایی سازی طرز العمل مذاکرات تشکر از شما این بومباست هم بومباست است این درامه ادامه داره و طالبا اصلا صلاحیت آتش سر ندارن سرایت آوردن به افغانستان ندارن کسای دگی هست که برای از جا دکتی میکنست طالبا گوری هستند که برای جنگ ساخته شدن تولید شدن یا باید بجنگن صلح از طریق در داخل افغانستان با مذاکرات بین الافغانی آمیای با افغانستان که اصلا هیچ مذاکرات بین افغانی نیست به وسیله خارجی ها ایجاد شده به وسیله از فعلا کنترل راهبری میشه و این بینندگان هستن که با خود برزی میدیم مذاکره در داخل افغانستان است شرایط مذاکره در داخل افغانستان است تشکر بسیار رقای یهیا چاباش رئیس حرکت ملی خط میانه یا خط سرخ آقای رشاد پاینده استاد دانشگاه و همچنان ممنون بیننده های گرامی که محورم شب را تا پایان رحيب دنبول كردان وقتح